بریم با هم دیگه کوه ببینیم. ممنون میشیم ما رو سابسکرایب کنید و هم دیگه زنگوله بشه با ما همراه باشیم. کوه به منطقه گفته میشه که از زمین‌های اطراف بلندتره و سطح نسبتاً کوچیکی داره و دارای قله هم هست. معمولاً کوه نسبت به تپه دارای سراشیبی بیشتریه. در کل به ارتفاعات بلندتر از 600 متر نسبت به زمین‌های اطراف آن کوه می‌گویند. کوه‌ها بر اثر زمین ساخت صفحه‌ای یا آتش‌فشان خیزی تشکیل می‌شوند. کوه‌ها به آهستگی و به دلیل اثر رودخانه‌ها، شرایط آب و هوایی و یخچال‌های طبیعی دچار فرسایش می‌شوند. کوه‌های کمی به شکل قله‌های منفرد دیده می‌شوند و بیشتر آنها در قالب رشته کوه وجود دارند. ارتفاعات بالای کوه‌ها هوای سردتری دارند. این آب و هوای سردتر به شدت بر اکوسیستم کوه‌ها تأثیر می‌ذاره. برای مثال در ارتفاعات مختلف گیاهان و جانوران متفاوتی وجود دارند به دلیل اینکه در ارتفاعات شرایط زمین و آب و هوا کمتر مطلوبه، از کوه‌ها کمتر برای کشاورزی استفاده میشه و بیشتر برای استخراج منابعی مثل استخراج معدن و فعالیت‌های تفریحی مثل کوهنوردی و اسکی استفاده میشه. جالبه که بدونی کوههایی که در زمین وجود دارن 52% در آسیا، 36% در آمریکای شمالی، 25% در اروپا و 22% در آمریکای جنوبی، 17% در استرالیا و 3% در آفریقا وجود دارن. و روی هم رفته 24% خشکی‌های زمین رو شامل میشن. همه رودخانه های مهم جهان از کوه ها سرچشمه می گیرن و بیش از نیمی از آبی که انسان ها نیاز دارن از کوه ها به دست میاد. به سرزمین که کوه فراوان داشته باشه کوهستان یا کوهساران گفته میشه و به زنجیری از کوههای به هم پیوسته رشته کوه گفته میشه. شاید در مورد کوه باستانی پردیس شنیده باشید که در حومه شهرستان جم از توابع اصلی استان بوشهر و در نیمه های راه بندر کنگان به فیروزآباد شیراز قرار داره.
قله این کوه نزدیکترین قله زمین به خورشیده، چون بالاترین ارتفاع در نزدیکی خط استواست. مغناطیس فوق‌العاده قوی کوه در جهان زبان زده و اگر در فاصله 50 تا 100 متری کوه، یعنی تقریبا انتهایی ترین نقطه مشخص آسفالت، با ماشین توقف کنید و ترمز دستی رو بخوابونید، ماشین به جای سرپایینی به نرمی به سمت کوه کشیده میشه، که البته همون مغناطیس برای رانندگان ناشنا بسیار دردسرساز بوده و تا کنون تعداد زیادی از خود را بی اختیار با کوه تصادف کردن. براتون کوه نشون بدم. ممنون میشم.